در ولایت خطلون یک جوانی را دفن کردند که با سبب به دیگر کس فاتحه کردن دوست داشتهش سیرکو خورده خود را کشته است. خوشوقت عبدالقادر دانشجوی سال چهارم کالج طبی شهر کلاب روز 20 اپریل در زادگاهش ناحیه تیمورملک به خاک سپرده شد. خوشوقت عبدالقادر دانشجوی سال چهارم کالج طبی شهر کلاب را روز 19 اپریل در حال وزنین به شفاخانه مرکزی شهر آوردند و او بعد یک روز حادثه جان داده است. در شفاخانه ولایتی کلاب به رادیو آزادی گفتند خوشوقت عبدالقادر را ساعت‌های 12 روز در حالت وزنین به بیمارستان آوردند و طبیبان توانستند تا ساعت‌های 8 صبح 20 اپریل او را به هوش بیاورند. مسئولان شفاخانه گفتند از او سبب نوشیدن سیرکا را پرسیدند و او در پاسخ گفته است از بس که دوست داشته اش را به دیگر کس فاتحه کردن تاب نیاورده و خواسته از خود را بکشد. منبع رادیو آزادی در بیمارستان گفت از بس که به سختی گپ میزد دیگر او را نپرسیدند و جوانی بیمار فقط خواهش کرده است که به آموزگارانش نگویند که به این عمل به خاطر دوست داشته اش دست زده است. آموزگاران جوان تاجیک میگویند مدت 4 سال تحصیل در شعبه پرستاری کالج طبی شهر کلاب خوشوقت 22 ساله یگان مشکلی نداشت. همسبقانش نیز از او توصیف کردند و گفتند که سردار گروه بود و در تمام کارها با همسبقانش کمک میکرد. فریده غلام یک همسبق خوشوقت عبدالقادر که روز 20 اپریل به عیادت او به شفاخانه رفته بود به رادیو آزادی گفت: نه یا هیچی نگفت روزی اما خیران آمد خمد خدمان برا یکان گرد ندار ما را شب گفتن هم گفتن ما گفتن که هم خیلی دام بلین سر. معلوم نیست دانشجوی توجیک در کجا سیرکو استعمال کرده است. در دادستان شهر کلاب برای رادیو آزادی گفتند که سببهای قصد خودکشی خوشبخت عبدالقادر را تفتیش دارند و عین زمان جزئیات را گفتن نمیتوانند. نزدیکانش گفتند نمیدانند که چرا خوشبخت قصد خودکشی کرده است. خالنظر عبدالقادر پدر خوشبخت روز 20 اپریل در صحبت برای رادیو آزادی گفت که پسرش 2 هفته پیش از خانه به کلاب آمده بود. خوشوقت پسری یکا و یگانه خاندان بود و 5 خواهر داشته است. این کار از سای دوازده او شیده دیدین. نه جنگ پانگ بود. دیگه شما نمیدنم. یکون شما نمیدنم. هیچ شما نمیدنم. باری اول نیست که در منطقه کلاب جوانان دست به خودکشی میزنند